سوره یونس سوره دهم قرآن به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام را این آیات کتاب حکیم است آیا برای مردم تعجب آور است که به مردی از خودشان وحی کنیم که مردم را هشدار بده و به افراد با ایمان مژده بده که سابقه خوبی پیش خداوندشان دارند کافران گفتند معلوم است که این مرد جادوگر است خداوند شما خدایی است که آسمان و زمین را در شش مرحله آفرید و بعد بر عرش قرار گرفت امور را تدبیر می کند شفیعی وجود ندارد مگر بعد از اجازه او پس خدایی را که او فقط صاحب اختیار شماست بندگی کنید یعنی بنده و مطیع محض و بدون چون و چرای هیچ کس جز او نباشید آیا متوجه نمی شوید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست بعده خدا واقعی است او خلق را به وجود می آورد بعد آن را برمیگرداند تا به افراد با ایمان که کار صحیح می کنند به عدالت پاداش دهد کسانی که کافر شدند به سبب کفری که داشتند نوشیدنی از آب جوشان و عذاب پردردی دارند اوست که خورشید را نورانی و ماه را روشن ساخت و برای ماه منازلی قرار داد تا حساب سالها و حساب روزها را بدانید خدا آنها را به حق آفرید خدا آیات را برای افراد دانا شرح می دهد. در آمدن و رفتن شب و روز و چیزهایی که خدا در آسمان ها و زمین خلق کرده نشانه هایی برای افراد با تقوا وجود دارد کسانی که امید ملاقات ما را ندارند و به زندگی دنیا راضی شدند و به آن اطمینان کردند از آیات ما غافل هستند آنها جایشان به علت کارهایی که می کردند در آتش جهنم است کسانی که ایمان آوردند و عمل صحیح کردند خدا آنها را به سبب ایمانشان به بهشت های پر که نهرها در آن روان است هدایت می کند. دعای آنها در آنجا این است که خدایا تو پاکی و خوشامدشان در آنجا سلام است و دعای آخرشان این است که ستایش و سنا فقط متعلق به خداست که صاحب اختیار همه مردم جهان است اگر آنقدر که مردم خیر را با عجله می خواهند خدا در مجازات کار بد آنها عجله می کرد مهلت آنها به سر رسیده بود یعنی دچار عذاب می شدند کسانی را که امید دیدن ما را ندارند در تقیانشان سرگردان می گذاریم. وقتی به انسان ضرری برسد چه دراز کشیده باشد چه نشسته چه ایستاده ما را به کمک میخواند. چون ضرر را از او دفع کردیم راه خود میرود مثل اینکه برای رفع ضرری که به او رسیده بود ما را به کمک نخوانده بود برای اصراف کنندگان کارشان این طور زینت داده شده ما نسل های قبل از شما را به علت ظلمی که کردند نابود ساختیم و پیغمبرانشان دلیل های روشنی برای آنها آوردند ولی آنها ایمان نیاوردند ما گناهکاران را اینطور طور مجازات میکنیم بعد شما را در زمین جانشین آنها کردیم تا ببینیم شما چگونه عمل میکنید وقتی آیات روشن ما بر آنها خوانده میشود کسانی که امید دیدار ما را ندارند میگویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را عوض کن بگو من حق ندارم از طرف خودم آن را عوض کنم من فقط از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم من از عذاب روز بزرگ می ترسم که کاری بر خلاف دستور خداوندم بکنم بگو اگر خدا میخواست من قرآن را بر شما نمیخواندم و خدا شما را به آن آگاه نمیکرد من قبلا سالهایی بین شما زندگی کرده بودم آیا نمیفهمید چه کسی ظالم تر از کسی است که به دروغ به خدا افترا بزند یا منکر آیات خدا شود مطمئنا گناهکاران رستگار نمی شود. غیر از خدا چیزی را بندگی می کنند که ضرری به آنها نمی زند و نفعی به آنها نمی رساند و می گویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند بگو آیا خدا را از چیزی خبردار می کنید که در آسمان ها و زمین از آن اطلاعی ندارد او دور از این حرف ها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او میسازید مردم امت واحدی بودند بعد با هم اختلاف پیدا کردند اگر وعده خدا قبلا داده نشده بود بین آنها در آنچه اختلاف نظر داشتند داوری شده بود میگویند چرا به پیغمبر معجزه‌ای از طرف خداوندش داده نشده بگو غیب متعلق به خداست پس انتظار بکشید من هم با شما انتظار میکشم. وقتی بعد از آسیبی که به مردم رسیده رحمتی به آنها بچشانیم آنها درباره آیات ما نقشه میکشند. بگو خدا از لحاظ طرح نقشه سریعتر از آنهاست فرستادگان ما نقشههایی را که میکشند ثبت میکنند خدا کسی است که شما را در خشکی و دریا میگرداند وقتی که سوار کشتی شدند و کشتی با باد موافقی آنها را به حرکت آورد و شاد شدند طوفانی شروع شد و امواج از هر طرف به آنها رو آورد و گمان کردند امواج آنها را در خود فرو گرفته در حالی که دین را برای خدا خالص کردند یعنی مخلصانه خدا را به کمک خواندند و گفتند اگر ما را از این طوفان نجات دهی سپاس گذار خواهیم بود چون خدا آنها را از غرق شدن نجات داد دوباره در زمین به ناحق ظلم می کنند بگو ای مردم ظلمی که می کنید به ضرر خودتان است شما استفاده از زندگی دنیا را می خواهید. بعد به سوی ما برمیگردید. ما هم شما را از تمام کارهایی که میکردید آگاه میکنیم. زندگی دنیا مثل آبی است که از آسمان فرود آوردیم که به وسیله آن گیاهانی که مردم و حیوانات میخورند رویدند. و درهم شدند و زمین زیبایی پیدا کرد و آراسته شد و اهل زمین فکر کردند که توانایی استفاده از آن را دارند امر ما شب یا روز سراغ آن آمد و آن را درو کردیم مثل اینکه دیروز چنان چیزی وجود نداشته ما آیات خودمان را برای افراد متفکر اینطور شرح می دهیم خدا مردم را به منزل سلامت دعوت می کند و هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند کسانی که کار نیک کرده اند پاداشی بهتر و بیشتر از آن کاری که کرده اند دارند. صورتشان را قبار و زلت نمی پوشانند. آنها اهل بهشت هستند و همیشه در آن خواهند بود. کسانی که کار بد کنند بدانند که جزای کار بد مجازاتی. به اندازه آن است و خاری آنها را در بر میگیرد و کسی که آنها را از عذاب خدا حفظ کند ندارند مثل اینکه صورتشان با قطعه ای از شب تاریک پوشانده شده آنها اهل آتش جهنم هستند و همیشه آن خواهند بود روزی که همه آنها را جمع می کنیم و به مشرکین می گوییم که شما و شریکانی که برای خدا می گرفتید سر جای خود بیستید و بین آنها جدایی می اندازیم شریک هایی که برای خدا ساخته بودند می گویند شما ما را بندگی نمی کردید خدا برای شهادت بین ما و شما کافی است ما اصلا اطلاعی از عبادت شما نداشتیم اینجاست که هر کسی از کارهایی که قبلا کرده آگاه می شود و پیش خدا مولای حقیقی خودشان برگردانده میشوند و تمام شریکانی که برای خدا می بافتند گم میشوند بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می دهد یا چه کسی مالک شنوایی و بینایی است و زنده را از مرده خارج میکند و مرده را از زنده و چه کسی تدبیر امور عالم را می کند میگویند خدا بگو آیا از نافرمانی و عذاب خدا نمی ترسید این خداست که صاحب اختیار حقیقی شماست بعد از حقیقت چه چیزی غیر از گمراهی وجود دارد به کجا برده می شوید سخن خداوندت نسبت به کسانی که نافرمانی می کردند این طور ثابت شد که آنها ایمان نمی آبرند. بگو از این شریکانی که برای خدا ساخته اید کسی هست که خلق کند و بعد او را برگرداند بگو خداست که خلق می کند و بعد برمیگرداند. شما را کجا می برند؟ بگو: از این شریکانی که برای خدا تصور می کنید کسی هست که به راه حق هدایت کند؟ بگو: خدا به راه حق هدایت می کند آیا کسی که به راه حق هدایت می کند سزاوار این است که پیروی شود یا کسی که هدایت نمی کند مگر اینکه خودش هدایت شود شما را چه شده چگونه نظر می دهید بیشتر آنها از گمان پیروی می کنند. گمان به اندازه ذره ای انسان را از حقیقت بی نیاز نمی نمی‌کند خدا کارهایی را که میکنند می‌داند این قرآن از طرف کسی غیر از خدا به هم بافته نشده است ولی تصدیق کننده کتابهای قبل از خود میباشد و توضیح آنهاست بیشک از طرف خداوند جهانیان است آیا میگویند پیغمبر آنها را به هم بافته بگو اگر راست میگویید سوره ای مثل آن بیاورید و به جز خدا هر کس را که میتوانید دعوت کنید بلکه منکر چیزی شدند که به آن احاطه علمی ندارند و هنوز تعویل آن برایشان نیامده گذشتگان هم همین طور منکر شدند ببین عاقبت ستمکاران چه بود عده از آنها به آن ایمان میآورند و عده ای ایمان نمیآورند خداوند تو افراد خرابکار را خوب میشناسد. اگر منکر تو شدند بگو عمل من مال من است و عمل شما مال شماست شما مسئول کارهای من نیستید و من هم مسئول کارهای شما نیستم ادعی از آنها به سخنان تو گوش میدهند. آیا تو می توانی با گفتن به افرادی که کر هستند حرفی را بفهمانی؟ اگرچه قدرت تشخیص نداشته باشند. ادعی از آنها به تو نگاه می کنند. آیا تو افراد کور را اگر نتوانند ببینند با نشان دادن راه می توانی هدایت کنی خدا ذره ای به مردم ظلم نمی کند ولی مردم به خودشان ظلم می کنند روزی که آنها در قیامت جمع شوند مثل این است که فقط ساعتی از روز در دنیا مانده همدیگر را میشناسند. کسانی که منکر دیدار خدا شده ضرر زرر کرده اند و راه درست را نشناخته بودند یا قسمتی از عذابی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان می دهیم یا تو را از دنیا می بریم و بازگشت آنها پیش ما خواهد بود آن وقت خدا شاهد کارهای آنها خواهد بود هر گروهی پیغمبری دارند وقتی پیغمبرشان برای آنها آمد بین آنها به عدالت حکم می شود و به آنها ظلمی نمی شود می گویند اگر راست میگویید این وعده‌ای که برای عذاب میدهی چه موقع خواهد بود بگو من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم جز آنچه خدا بخواهد هر گروهی مهلتی برای ایمان آوردن دارند وقتی مهلتشان تمام شد نمی توانند آن را ساعتی عقب یا جلو بیاندازند بگو اگر عذاب خدا شب یا روز بر شما وارد شود گناهکاران زودتر آمدن چه چیزی را از خدا می خواهند. آیا پس از اینکه که عذاب واقع شد به آن ایمان می آورید؟ حالا ایمان می آوری؟ در صورتی که قبلا می زودتر بیاید آن وقت به ستمکاران گفته می شود عذاب ابدی را بچشید آیا جزایی غیر از جزای کارهایی که می کردید به شما داده می شود؟ از تو می پرسند آیا آن عذابی که میگویی راست است؟ بگو قسم به خداوندم که راست و درست است و شما نمیتوانید جلوی آن را بگیرید. کسی که ظلم کرده اگر تمام چیزهایی که در زمین است داشته باشد حاضر است بدهد تا عذاب نشود و چون عذاب را ببینند پشیمانی خود را پنهان می کنند و بین آنها از روی عدالت حکم می شود و به آنها ظلمی نمی شود بدانید آنچه در آسمان ها و زمین است مال خداست بدانید که وعده خدا راست است ولی بیشتر مردم این را نمی‌دانند او زنده میکند و میمیراند و شما را پیش او برمیگردانند ای مردم موعزه ای از خداوندتان برای شما آمد و برای افراد با ایمان شفای سینه ها و هدایت و رحمت است بگو باید به فضل و رحمت خدا خوشحال باشند فضل و رحمت خدا از تمام چیزهایی که جمع می کنند بهتر است بگو نظر شما درباره خوردنی هایی که خدا برای شما نازل کرده و شما قسمتی از آن را حرام و قسمتی را حلال کرده اید چیست بگو آیا خدا چنین اجازه ای به شما داده است یا به خدا افترا می زنید تصور کسانی که به دروغ به خدا افترا می زنند درباره روز قیامت چیست چون خدا نسبت به مردم لطف دارد ولی بیشتر آنها سپاسگزاری نمی کنند مشغول هیچ کاری نیستی و چیزی از قرآن نمی خانی و هیچ عملی را انجام نمی دهید مگر اینکه ما شاهد کاری که شروع میکنید هستیم و اندازه ذره ای در زمین و آسمان نیست که از نظر خداوند تو مخفی باشد و هیچ چیزی کوچکتر یا بزرگتر از آن وجود ندارد مگر اینکه در کتاب روشنی است بدانید که دوستداران خدا ترس و قصه ای ندارند افرادی که ایمان آوردند و پرهیز کار بودند در زندگی دنیا و آخرت مژده دارند سخن خدا عوض نمی شود این موفقیت بزرگی است حرفهای آنها باعث قصه تو نشود تمام عزت در دست خداست او شنوا و داناست یعنی حرفهای آنها را میشنود و از جریان کار آنها اطلاع دارد بدانید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند و شریکانی که غیر از خدا به کمک میخوانند و پیروی میکنند مال خدا هستند آنها فقط از گمان پیروی می کنند و فقط حدس می زند. خداست که برای شما شب را قرار داده که در آن استراحت کنید و روز را روشن ساخته که چشمتان ببیند در این کار برای کسانی که حق را می شنوند نشانه هایی وجود دارد گفتند خدا فرزندی گرفته خدا خیلی بالاتر از این است که فرزندی بگیرد او بینیاز است آنچه در آسمان ها و زمین است مال اوست شما هیچ دلیلی برای این حرف خود ندارید آیا ندانسته از قول خدا سخن میگویید بگو کسانی که به دروغ به خدا افترا میزنند یعنی چیزی که خدا نگفته از قول او میگویند رستگار نمیشوند آنها بهره کمی در دنیا دارند بعد بازگشت آنها به پیشگاه ماست آن وقت به علت کفری که میورزیدند عذاب سختی به آنها میچشانیم داستان نوح را برای آنها بخوان وقتی که به قومش گفت ای قوم من اگر مقام من و تذکری که درباره آیات خدا به شما میدهم برای شما سخت است من به خدا توکل کرده ام فکر و تصمیم خود و شریکانتان را روی هم بگذارید و کار و تصمیمتان بر شما پوشیده نماند و کار مرا تمام کنید و مهلتی به من ندهید اگر قبول نکردید من از شما مزدی نخواستم مزد من با خداست و به من دستور داده شده که جزو کسانی باشم که تسلیم او و مسلمان هستند آنها حرف او را قبول نکردند بنابراین او و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جانشین دیگران کردیم و کسانی را که منکر آیات ما شدند غرق کردیم نگاه کن پایان کار کسانی که بیم عذاب به آنها داده شده بود چه بود بعد از او پیغمبرانی برای قومشان فرستادیم و دلیل روشنی برای آنها آوردند ولی آنها هم به آنچه گذشتگان قبول نکردند ایمان نمی آوردند ما اینطور قدرت فهم را از متجاوزین می گیریم. بعد از آنها موسا و هارون را با آیات خودمان به سوی فرعون و درباریانش فرستادیم اما آنها تکبر ورزیدند و قوم گناهکاری بودند وقتی حق از طرف ما برای آنها آمد گفتند کاملا معلوم است که این سحر است موسی به آنها گفت آیا وقتی حق برای شما آمد میگویید سحر است آیا این سحر است در صورتی که جادوگران موفق نمی شفند. آنها گفتند آیا آمده ای که ما را از روش پدرانمان منحرف کنی و بزرگی در زمین مال شما باشد ما به کار شما ایمان نداریم فرعون گفت هر ساحر زبردستی را پیش من بیاورید وقتی ساهران آمدند موسی به آنها گفت آنچرا که می بیاندازید، بیاندازید. چون انداختند موسی گفت کاری که کرده اید سحر است خدا آن را باطل می کند خدا کار خرابکاران را درست نمی کند و خدا با سخنان خودش حق را ثابت می کند اگرچه گناهکاران از آن خوششان نیاید از ترس شکنجه و مجازات فرعون و درباریانش فقط یک قبیله از قوم موسی به او ایمان آوردند چون فرعون در زمین قدرت داشت و مخالفین را به شدت مجازات می کرد موسا گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان دارید و مسلمان یعنی تسلیم حکم و نظر خدا هستید بر او توکل کنید گفتند به خدا توکل کردیم خداوندا ما را برای ستمکاران وسیله آزمایش قرار نده و ما را با رحمت خودت از دست قومی که ایمان ندارند نجات بده به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود در مصر خانه هایی تهیه کنید و خانه هایتان را مقابل هم بسازید یا قبله قرار دهید و نماز را به پا دارید و به افراد با ایمان بشارت بده موسا گفت خداوندا تو به فرعون و درباریانش در زندگی دنیا زینت و مال داده ای تا مردم را از راه تو منحرف سازند خداوندا اموالشان را از بین ببر و دلهایشان را سخت کن تا ایمان نیاورند تا عذاب پردرد را ببینند خدا گفت دعای شما قبول شد بنابراین استقامت داشته باشید و از راه افراد نادان پیروی نکنید و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و فرعون و لشکریانش از روی ظلم و دشمنی آنها را تعقیب کردند تا وقتی که فرعون در حال غرق شدن بود گفت ایمان آوردم که معبودی جز معبودی که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده اند وجود ندارد و من مسلمان هستم به او گفته شد حالا در صورتی که قبلا سرکشی می کردی و از عوامل فساد بودی بنابراین امروز بدن تو را نجات می دهیم تا برای آیندگان علامتی باشد چون اده زیادی از مردم توجهی به آیات ما ندارند بنی اسرائیل را در جای خوبی جا دادی و از های پاک روزیشان کردیم آنها بعد از اینکه حقیقت را دانستند دوچار اختلاف شدند خدا روز قیامت در مورد چیزهایی که در آن اختلاف داشتند بین آنها حکمی میکند. ای پیغمبر اگر در باره آنچه به تو نازل کردیم شکی داری از کسانی که کتاب الهیه پیش از تو را می بپرس مطمئنا حق از طرف خدا برای تو آمده بنابراین از شک کنندگان نباش و از کسانی نباش که منکر آیات خدا شدهاند چون از زیانکاران خواهی بود کسانی که سخن خدا درباره عذاب آنها ثابت شده ایمان نمی آورند هر آیهی یعنی معجزه ای هم برای آنها بیاید ایمان نمی آورند تا وقتی که عذاب پردرد را ببینند ایمان آوردن مردم هیچ شهری برای آنها فایده نداشت غیر از قوم یونس که چون به موقع ایمان آوردند عذاب خار کننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و آنها را تا پایان عمرشان بهرمند ساختیم اگر خداوند تو میخواست تمام کسانی که در زمین هستند ایمان میآوردند. آیا تو مردم را مجبور می کنی که ایمان بیاورند؟ هیچ کس جز با اجازه خدا یعنی مطابق قانون خدا ایمان نمیآورد. خدا آلودگی را بر کسانی که عقل خود را به کار نمی برند، قرار می دهد. بگو نگاه کنید که چه چیزهایی در آسمان و زمین است در صورتی که این نشانها و بین دادنها برای افرادی که ایمان نمیآورند ای ندارد؟ آیا انتظار روزهایی مثل روزهای عذاب کسانی که قبل از خودشان بودند را میکشند؟ بگو انتظار بکشید من هم با شما انتظار میکشم ما پیغمبران و افراد با ایمان را نجات می دهیم وظیفه ماست که افراد با ایمان را نجات بدهیم بگو ای مردم اگر از دین من دچار شک هستید بدانید که من کسانی را که غیر از خدا عبادت می کنید عبادت و بندگی نمی کنم ولی خدایی را بندگی می کنم که جان شما را می گیرد به من دستور داده شده که از افراد با ایمان باشم و به من امر شده که رو به دین توحیدی بیاور و از مشکین نباش و غیر از خدا چیزی را که نفع و ضرری به تو نمیرساند، به کمک نخوان اگر این کار را بکنی از ستمکاران هستی اگر خدا ضرری به تو برساند هیچ کس جز او نمیتواند. آن را برطرف کند و اگر خیری برایت بخواهد هیچ کس جلوی لطفش را نمیتواند بگیرد لطفش را به هر یک از بندگانش که بخواهد می کند او آمرزنده مهربان است بگو ای مردم حق از طرف خدایتان برای شما آمد هرکس هدایت شود به نفع خودش هدایت شده و هرکس گمراه شود به ضرر خودش است. من وکیل شما نیستم از آنچه که به تو وح می شود پیروی کن و استقامت داشته باش تا خدا حکم کند